خوش آمدید به چینل عمل موفقیت. اندیشمند هستم. اگر میخواید در زندگی دلیل زندگی خود را یا دلیل از این را پیدا کنید که چرا ما میخواییم موفق شیم، چرا میخواییم به این دست آورد برسیم و چرا میخواییم از این نقطه به نقطه دیگر برسیم، چرا میخواییم مثلا پول دار شیم، اگر میخواییم دلیلش را پیدا کنید، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید که ما میخواییم بسیار نکات و موارد مهمی را در این ویدیو با شما در میان بگذارم که شما را کمک میکنه در طول زندگیتان، در جریان زندگیتان که به دستاوردها و موفقیت‌های بسیار بالا و بسیار عالی برسیم. نکته اول که چیزی که است در زندگی ما، هر کسی باشه، هر انسان باشه، چی آگاه چی ناآگاه، هر کس یک هدف داره. یک هدف داره که ما مثلا باید درس بخونیم، مکتب خلاص کنیم، پانتون خلاص کنیم. یک هدف داره که ما باید این کار رو شروع کنیم. یک هدف داره که رستوران خور از این حد به حد بالاتر ببریم. یک هدف داره که بره یک کار رو پیدا کنه در یک بانک، یک جای دولتی، چیزی. بالاخره هر کس در زندگی چی آگاه چی ناآگاه هدف داره. بعضی آگاهانه میاد هدفهای خود رو مینویسه و یادداشت میکنه که بسیار عالیه، دربارش فکر میکنه. و بعضی هم ناآگاه، هر چقدر همه انسان ها رو اگر شما برید پرسان کنی، همهش یک آرزو، یک هدف داره که ما بخوایم این کار بکنیم. ولی ای که چقدر انسان ها میرسه در هدف های خوبه، ای که چقدر نمیرسه، او بستگی داره به ای که چقدر او آدم درک داره، چقدر او آدم کارها را آگاهانه در راستای رسیدن به هدف انجام میده. پس اگر شما هدفی دارید در زندگی، این ویدیو به شما بسیار کمک میکنه که به او خواسته ها، به هدف هایی که دارین، به طریقه آسان، به رویه آسان تر برسین. مثل ازی است که بخواین مثلا یک جای برین، فرض کنید میخواین از یک کشور در کشور دیگه بری، ولی وقتی که میدونی نقشه‌اش رو، میدونی نقشه‌اش رو داری، میدونی که مثلا اگر بخوای از افغانستان به پاکستان بری، میتونی از میدونی که از روی بلدک بری، مثلا زنجی بری، اینقدر پول لازم است و نمفهم فلان جای پلیس است و پاسپورت لازمه و ویزا لازمه، خیلی برید راحت. وقتی که اینا رو میدنی، قبل از قبل آمادگی همه شی رو میگیری، برید راحت هسته و میتونی بری. ولی اگر ندانی، فقط در ذهنیت باشه که من میخوایم مثلا پاکستان بروم، ولی دقیقا ندانی که از کدام رو بری، از کجا بری، اگر بخوای میتونی بری. از او پرسان که از او پرسان که ایسوشو و سوکیو را را گم که اشتباه کو آخر میرسی، ولی یک کمی طول میکشه و بسیار با مشکلات میرسی و خیلی سخت تمام میشه. در زندگی هدف هم عین چیز است. کسایی که مثلا ناگاهانه هدف داره، اونا هم شاید خیلی هاشی میرسن، ولی خیلی با مشکلات، خیلی با مشقتی. و خیلی هایی هم هسته که مثلا زیاد طول میکشه و امورشی فرصت برش نمیده که برسن. ولی زیاد خیلی از انسان ها هم هسته که نه خیلیش، یعنی کمتر از انسان ها هسته که بسیار براحتی و بسیار آگاهانه میدن هدف را، به هدف را میرسن. و هدف را هم که میخواییم که دو برسیم، او ای است که ما باید دلیل داشته باشیم. مثلا چی که چرا میخواییم دو هدف برسیم. هدف هر کس داره، ولی وقتی که تو دلیل داری که چرا ما میخواییم این کار کنیم، چرا ما میخواییم برسیم، او وقت است که تو بسیار انگیزه پیدا میکنی دو هدف برسیم. ولی انگیزه یک انگیزه است و یک چیزی است که تو میگی باید این کار شود که این ترشه. مثلا چی وقتی که تو انگیزه میگیری یا کتابی میخونی یا کسی یک چیزی میگه، انگیزه میگیری، انگیزه برای یک مدت کوتاهی است و امکان داره انگیزه از بین بره. ولی وقتی که تو یک چیز رو دلیل چرا پیدا، مثلا فرض کن از نظر مالی، از نظر اقتصادی در یک جایگاه خوب نی، یعنی دلیل چرا پیدا میکنی که ما باید از نظر اقتصادی مثلا میگه اینی کار شروع کنم یا اینی کسب کار آغاز کنم یا درس بخونم در پانتون، به خاطر که بتونم معاش من اینقدر باشه یا درآمد و شغل اینقدر باشه که ما مجبور نباشیم در خانه، مثلا خانه ما سرد باشه، مجبور نباشیم که در خانه سرد زندگی کنیم، مجبور نباشیم که لباسای کهنه بپوشیم، مجبور نباشیم که نان و چای بخوریم. تو او وقت است که تو دلیل داری. وقتی که آدم دلیل داری، به هدف رسیدن بسیار آسان میشه. وقتی که تو مثلا دلیل داری که ما در خانه خود نمیخوایم که مثلا به نان ساده مثلا بگذارونم زندگی خود، میخوایم یک از نظر غذا یا از نظر لباس، از نظر امکانات خانواده ما، فرزند ما، پدر ما، مادر ما، یعنی در یک موقعیت زندگی خوبی زندگی کنه، تو به این معنی که تو یک دلیل داری، این دلیل تو بسیار در تو یک قدرت رو ایجاد میکنه که تو از هر موانع میتونی بگذری. یعنی ما همیشه اگر بفهمیم دلیل های هدف های خوره، هر هدفی که ما تعیین میکنیم، اگر تو مثلا میخوای که
کسب و کار رو شروع کنی حتما دلیل داره. شاید دلیل چرا نمیدونی، دلیل چی یک کسب و کار میخوای شروع کنی، برای دیگه کس حاضر نیی کار کنی، به خاطر که دیگه کس کار نه، پولی کم برات میده، در سر تا رقم خواست از تو استفاده میکنم، این میتونه دلیل باشه. ولی اگر تو خودت آگاهانه بیای دلیلای خود رو پیدا کنی، اگر میخوای درآمد زیاد باشه، دلیل چی نمیه که مثلا پدر مادر یا خانواده بیتن در از نظر مالی در جایگاه خوب زندگی کنه، هر وقت که تو دلیل هدفهای خود رو پیدا کردی، او وقت است که بسیار براحتی میتونی در هدف در خواسته که باشه در او برسی. ولی اگر دلیل نباشه، فقط همونطوری مثلا بخوای که کس بسیار معروف شی، هیچ دلیل نداره، چرا معروف میشی؟ دلیل خاص نداری، فقط خوش داری، خوش داشتن، دوست داشتن چیزی است که ما ایره یک زمان فکر ما تغییر میکنه، یک زمان احساس ما تغییر میکنه. مثلا در یک حالت احساسی هستی، دوست داری کس معروف شی، ولی حالت احساسی تغییر اون دوست نداری معروف شی. ولی اگر دلیل داشته باشی، در هر حالت احساسی، هر چقدر احساس خوب باشه، بد باشه، فکرت هر رقم باشه، تو دلیل داری، یعنی دلیل داری که باید در اونو کار برسی، با این دلیل داری که باید درآمد تو یا مو دوکان یا رستوران که زدی مای 10,000 یا 15,000 افغانی باید از اون درآمد داشته باشی، با دلیل داری که مای 10,000 میتونه خانواده تو رو در زندگی بسیار عالی، زندگی مرفه قرار بده. بنام تو یک دلیل بسیار قوی داری. در هر کاری از زندگی، در هر جنبه از زندگی کوشش کنین دلیل زندگی یا دلیل هدف رو پیدا کنین. دلیل مهمترین چیز و اساسی ترین چیز زندگی یا اساسی ترین چیز برای هدف داشتن و برای هدف هستن. پس ایرا اگر تا به حال دلیل زندگی رو پیدا نکدی، بناهن حتما درباره ازی فکر کو و درباره ازی مثلا میتونی کتابای رو بخونی و دربارهش میتونی بازم تحقیقات کنی دلیل چرا. اگرچه فکر نیاز نداره، هر وقت که اگر ساده ترین چی فکر کنی، اگر تو میخوای مکتب بری، چرا میخوای مکتب بری؟ چرا میخوای پانتون خلاص کنی؟ دلیل تو اینی است که نمیخوای یک آدم ساده باشی، نمیخوای یک کارگری مثلا شاروالی باشی، نمیخوای یک کارگری باشی که در ساختمان روز 150-200 افغانی در کس کار کنی. میخوای که آدمی باشی با لباس مرتب در یک اداره، در یک دفتر کار کنی. و دلیل تو اینی که میخوای آدم مرتب، آدم صاف باشی، و نمیخوای که کارگری ساده باشی، نمیخوای که در کارهای بسیار سخت یعنی تن بدی. هر چیز یک دلیل داره، ولیکن اگر تو دلیل خوره همیشه بدینی، دلیل خوره فراموش نکنی، بیشتر از انسان ها که مثلا ده هدف کنه مرسه جایی نمرسه، به این معنی که در وسط کار، در وسط را اینا دلیلی که اول داشت، مثلا اولی دلیلش بود که مثلا از نظر زندگی در یک جایگاه خوب قرار داشته باشه، به او خاطر تلاش میکرد دنبال کار بود. ولی در وسط را که میری دلیل چی، بعد از چند ماه، 6 ماه، 1 سال، دلیل چی از یاد چی میره. وقتی که دلیل چی از یاد چی میره، او هدف هم برش کمرنگ میشه. وقت هدفم برش کمرنگ شد، دیگه نمیرسه به او هدف، به او چیز، به او چیزی که علاقه داره نمیرسه. بلان هیچ وقت دلیل خود فراموش نکو، به او وقت است که به او خواسته، به او هدف میرسی. موفق باشی دوستان که ویدیو را تا آخر تماشا کردی. اگر شما میتونی هر در خواسته ای که داری یا هر هدفی داری میتونی در کامنت دلیل های خود بگذار، کسای دیگه هم که میتونه او رو بخونه و انگیزه بگیره از هدف و از دلیل شما اگر خواستین. و اگر ویدیو را اش لذت بردین و اگر خواستین که ویدیوهای بیشتر بشنوین، پس سابسکرایب کنین به چینل عمل و موفقیت. و تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند می سپارم. موفق باشین.